بارها رئیسی جلاد مدعی شده که دولتش بدون چاپ پول اموراتش رو حل کرده، که البته از طرف کارشناسان اقتصادی رژیم هم بارها جوابش رو دادن. در آخرین اظهار نظر عبدالرضا همتی رئیس سابق بانک مرکزی رژیم هم گفته که چاپ پولی که دولت رئیسی کرده در تاریخ بی‌نظیر بوده. برای بررسی این موضوع همراه هستیم با آقای اسدالله مصنا که همراه ما هستن در استودیو. سلام می‌کنم به شما، خیلی خوش آمدید. سلام به شما و به همه بینندگان عزیز و در خدمتم. بله آقای مثلا رئیس قبلی بانک مرکزی رژیم گفته از شهریور 1401 تا امروز 600 هزار میلیارد تومان اسکناس چاپ شده. این میزان پول چه تأثیری در فضای اقتصادی اجتماعی کشور داره؟ بله، از شهریور 1400 میگه. بله یعنی دو سال و نیم میگه. بله همین اخیراً، حالا شما الان این رو میگید که همتی گفته، عبدالناصر همتی همش رو گفتن عبدالرضا، همین چند روز پیش، یعنی توی 15 اردیبهشت، از قول رسانه‌های رژیم، از قول حاجی دریکایی نماینده مجلس ارتضا گفتش که روزانه 6000 میلیارد تومان خلق پول میشه. روزانه 6000 میلیارد تومان در خلق پول میشه. پس بنابراین این حرف، حالا هر عدد و رقمی هم که میدن، چون خود این همتی هم که زمان خودش هم که بود، به هر حال عدد رقم هم که میده میگه اینقدر تا به حال میشده، خب اونم دقیق بوده تو این گازه، ولی خب بله حالا تو جنگ بادی دستش تو کاره. بله دستش تو کار بوده، خودشون هم همین عرض کنم که همین وضعیتو داشتن. ولی به هر حال این بیان نشون میده که پشت قضیه و واقعیت قضیه چی هست که این جور نکاش چیه بیرون میزنه. خب این معناش خیلی روشنه، این حرف یعنی از جیب مردم زدن، از سفره مردم زدن، و اینکه بالاخره اون چیزی که میشه در رابطه با و هرچی هم جلوتر میاد بیشتر میشه، چون حرف امتی یک واقعه توشه دیگه، سیر چیو میگه؟ سعودیو میگه که این هرچی جلو میاد چیه بیشتر میشه. خب این مشخصه که در یک جمله اگه با من بگین مثلا خیلی سریع حرف چیه، چون اصلا این رژیم اقتصادش رو چپاول سواره، چپاول محوره، یعنی همه مسائلش رو با چپاول از سفره‌های مردم و جیب مردم حل کرده و اینا به این صراحت بهش چیکار میکنن؟ اعتراف میکنن لقدیمن این کار کرده، میاد چاپ پول میکنه، مالیات رو اضافه میکنه، ارز رو گرون میکنه. عرض کنم که ارزش اضافی که این همه بالاخره نیرویی که فعاله، همون میدانی که فعال از تولید میکنه و خدمات و فلانی حرفا، اینا همش ملموس کجا میره؟ همش میره تو جیب این. برای من کارش همینه. من فقط یک جمله بگم که چرا میگم غارت یک فردی هست به نام توفیقی که از مهرهای کارگری تو همین نظامه، بهش میگن مهره فعال کارگری. اون میگه که همین یک دو روز پیش گفت، بهار نیوز نوشتن، میگه که حق حیات و زنده ماندن عمده ترین مطالبات کارگران است. یعنی بس خط فقر و اینا نیست، بس خط حیاته. میگه مطالبه که بتونه زنده بمونه. این خروجی چیه؟ اون اقتصادیست که من میگم بهش چپاول محور. خب این چیزا هم که اینا میگن طبیعیه که. حالا این اقتصاد چپاول محور که روش تاکید میکنین، منظورتون دقیقاً چه نوع موضوعاتی که توش برجسته است؟ ببینید من چند تا مکتش رو باز کنم. ببینیم این رژیم چاپ اسکناس میکنه. معنای چاپ اسکناس هم خیلی روشنه، یعنی تولید نقدینگی به معنای تولید ایجاد پول توسط بانک، یک بانک که اینجا بانک مرکزیه یا یک نهاد دولتی، این میشه چاپ اسکناس. محصولش چیه؟ ببین محصولش این وقتی چاپ پول یعنی افزایش نقدینگی داریم، افزایش پول افزایش پیدا میکنه نسبت به افزایش تولید و خدمات، این معناش اینه که تورم ایجاد میشه. تورم افزایش قیمت ها رو به دنبال داره. افزایش قیمت ها باعث پایین اومدن چی میشه؟ ارزش هر واحد پول میشه، هر واحد پولی که مردم میتونن استفاده کنن. خب تورم دودش به چشم کی میره؟ مردم میشه. اینجوری از جیب مردم قارت میکنن. معنای خودشون میگن که همین همتی که شما الان اشاره کردی میگه 50% خود رسما گفتین تورم پارسال امسال فلان خورده. و
پس این یک. حالا میگیم قیمت ارز، میگه با قیمت ارز بازی میکنه بالا میبره. یعنی چی؟ یعنی مهمترین اثری که قیمت ارز بر زندگی مردم بذاره بازم افزایش تورمه. چرا؟ چون با همین ارز کالای وارداتی وارد میکنن. کالای وارداتی که وارد میشه با این ارز قیمتش میره بالا. قیمتش که رفت بالا باز از جیبه کی میره؟ مردم. ارز مردم میره. ضمن این که وقتی شما قیمت ارز میاره بالا، مثلا فرض کنید من کارگر مثلا یک سال پیش این میزان حقوق میگرفتم معادل اینقدر دلار. حالا همین دلار وقتی قیمتش میره بالا و ارزش واحد پولی میاد پایین، درست وقتی معادل کنید تبدیل میشه به چی؟ به نصف اون واقعیتی که من دارم پولو میگیرم. ارزش اون ارزش کمتر میشه. کمتر. و همین میزان قیمتام که رفته بالا، اینم ارزشش کمتر شده. توان خریدم کمتر میشه. و همین میزان یعنی تورم، توان خرید من کمتر و باز دودش میره توش کی؟ از یه زاویه دیگه، یه جای دیگه میاد مالیات رو اضافه میکنه. همینجور ببینید این داستانی که الان میگم سر ارز و اینا، من اجازه بدید یه مقایسه میکنم. همین حالا این عددش هم خودشون دارن میگن، همین 9 اردیبهشت رسانه رژیم، سایت رژیم، تجارت نیوز میاد مقایسه میکنه حقوق کارگرای ایرانی رو با همین کشورهای مختلف داره. میگه بر اساس قیمت 64500 تومانی ارز تو بازار آزاد، حداقل دستمزد در کشور در حال حاضر 146 دلار تخمین زده میشه در ماه. اون میگه حالا من همه عددهای اونو قبول میکنم چون از اینم کمتره، ولی باشه قبول میکنم. نگاهش به قانون کار در کشور منطقه اما از میانگیر بسیار بالاتر، حداقل میانگیر بسیار بالاتر حداقل دستمزد حکایت دارد. میگه وقتی نگاه میکنی به قانون کار تو کشورهای منطقه، این میان از مال ما از میانگیر بسیار چیه، اونا میانگیر خیلی بالاتری از ما میدن. میگه حداقل دستمزد تو ترکیه، ترکیه تازه با بحران‌های مختلف سالی هم خیلی روبرو بود، 560 دلار. شما نگاه کنین 146 دلار کجا؟ 560 دلار. عراق 260 دلار، کویت 327 دلار، عربستان 800 دلار، عمان 839 دلار. امارات دستمزد دیگه، دستمزد خود رژیم داره میگه دستمزد کارگر تو ما. امارات 408 دلار، قطر 493 دلار، بحرین 790 دلار، آذربایجان 200 دلار. خب مال رژیم چیه؟ میگه بر اساس این حداقل دستمزد در ایران در بین کشور منطقه در پایین ترین حد قرار دارد. یعنی اون که 200 این 100 خودشون میگن 146 دلار. این بیانگر چیه؟ همون داستانیه که گفتم وقتی میبره ارز بالا و این حقوقو میدن، معناش اینه. خب از یه طرف دیگه گفتم بالا بردن مالیات ها، از یک طرف دیگه ارزش های اضافی که عرض کردم توسط میلیون ها نفر که نیروی فعال به قول خودشون هستن در تولید و خدمات، ارزش اضافی تولید میشه، اینا کجا میره؟ اینا توسط کی؟ اینا هم دوباره به توسط رژیم چی میشه؟ غارت میشه. چیزی به حساب ما به ازای این به کسی داده نمیشه، همه میره توش به رژیم. برای من نگاه کنید رژیم مسائلش اینجوری داره حل میکنه، تحریم ها رو اینجوری داره جواب میده، مسئله صدور تروریسم و سرکوبش داره با این پولا حل میکنه. چجوری سپاهش پولش میده، چجوری انتظامیش پولش میده، چجوری سرکوب حل میکنه، چجوری جنگ افروزی میکنه، چجوری نیروهای نیابتیش رو تأمین میکنه اونجور که ما میدونیم با میلیون ها دلار. خب از اینجا حل میکنه، اینجوری مسائلش رو حل میکنه. برابری خب میاد همتی اینجوری نوکش رو میده. این اون وضعیتی است، خیلی جالبم مثلا. حالا ببینید چقدر فقاهت و دجالیت بالاست که خامنه ای در این شرایط، با این وضعیت که وجود داره و اون نفری که گفتم توفیق میگه ببین مطالبه کارگر ما حق حیاته که بتونن زنده بمونن، میاد با کار با همین کارگران نشست میذاره صحبت میکنم 12 اردیبهشت، همونا که بهش میگن کارگر، همونا که منفعل میشه، میگه که آقا معنه الان مسئله جهش تولید، جهش تولیدم مسئولش کی؟ شما هستین. معلوم نشد بالاخره این وسط به قول معروف پولش میشه یه سری دیگه، ولی مسئولین شما هستین، مسئول شما، تولید شما هستین. برای این وضعیتی است که رژیم داره تو این بحران هست و این حرفی هم که احمدی میزنه نوک کوه یخی است که گفتم زیرش مشخص میکنه که رژیم اقتصادش فقط بر چپ ها بوده، مردم جیب مردم و سفره مردم سواره، از هر جام که شما وارد بشین همینجوری میشه دیگه. اینم چیزی نیست که الان حتی سر صدای خودشون هم از در و دیوار چه در اومده و انبوی حرف خودشون سر این دارن. اینم فشاری نیست که بتونه بی انتها بیاره تا ابد از توش برده. خب بخاطر این تحمل مردم هم دیگه، اینم همون چیزیه که خودشون هم جا به جا بهش هشدار میدن
دست میذارن. حالا من الان وقت نیست، همین قالیباف گویا ناترازی توی بانک پولی داریم، ناترازی چی داریم، همه همین خود حالا رئیس قوه فلانه، یعنی به هر حال داره به کی میگه ناترازی، محصولش میخواد بگه رئیسیه دیگه، خود دولته دیگه، خودش هم دست داره، همشون با هم یک کاسه، یعنی خودشون این همه حرفا و هشدارا که میدن که اینا که دلشون برای مردم نسوخته، اونا برای قارت و قدرت و جاشون و فلان حرفا میذارن که برن تو مجلس که نمیدونم ماشیشو بگیرن، جاشو بگیرن، پولشو بگیرن، میذارن برای فلان قدرت که دیگه به قول معروف فساد که سیستماتیک. پس اینا مشکلشون این نیست، نگران من نگران اینن که اون کشتی که توش نشستن چی بشه، گرفتار طوفانی بشه که ریشه‌اش اینجاست، این شرایط عینی آماده جامعه است که بزنه و اون کشتی که توشه همشون رو با هم غرق کنه، همه هشداراشون هم به همین خاطر. بله خیلی ممنون آقای مصنع از حضورتون و از توضیحاتی راجع به این موضوعی که الان داره توی رژیم خیلی آروم ولی داره میره جلو به اصطلاح، این هم فشاری که میگید داره به جامعه وارد میشه و این که در نهایت به کجا خواهد رسیدم که گفتید. سپاسگزارم از حضورتون.